الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان و آرزوی سلامتی و آرزوی پیروزی حق بر باطل. و اما سخن امروزمون نسبت به وضعیت کنونی که در داخل کشور میگذرد، در داخل ایران میگذرد، مخصوصا امروز در زاهدان. و اما قبلتر در روزهای پیش فراخوانی داده شده بود به حمایت از مردم بلوچستان و حمایت از قیام مردم بلوچستان و همپیمانی و همبستگی با جناب شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که در این روزها و در این هفته هایی که گذشت به خوبی توانستند که صدای مردم بلوچستان رو و حق خواهی و مظلومیت اونها رو به گوش جهانیان برسانند. و وظیفه همه رسانه ها هست، وظیفه همه منابری هست که میتونن صدای مردم ایران رو و مردم بلوچستان رو، مردم کردستان رو، مردم تمام شهرهای ایران رو به جهانیان برسانند که چه ظلم و ستمی در این چهار دهه بر ملت ایران گذشته است و چه تجاوزها، ظلمها، ستمهایی که اینها، این نظام بر این ملت روا دیده است. و اما امروز تظاهراتی که در زاهدان هست، تظاهراتی که بیش از 100,000 نفر اونطوری که در بعضی از مواقع تواصل اجتماعی ذکر شده از و خبرهایی که میاد، هم اکنون مردم بعد از نماز جمعه تظاهراتشون شروع شده و متاسفانه مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفتند و تعدادی هم زخمی و کشته هستند و شهید شدن تعدادی در این میان، فقط به خاطر اینکه اعتراض میکنن، فقط به خاطر اینکه میگویند قاتلین اون 100 نفری رو که در 3 جمعه پیش به شهادت رساندید و کشتید چرا محاکمه نمی کنید؟ چرا اونها رو مجازات نمی کنید؟ چرا اون سردار ناجوان مردی رو که به اون دختر نوجوان تجاوز کرد، به اون کودک تجاوز کرد رو محاکمه نکردید؟ چرا وسط چرای دیگری که هر روز بر حق این ملت مظلوم روا میبینید و از کشتن، از زندان کردن، از تجاوز، از غصب همه خیرات و امکاناتی که خداوند به این ملت داده است، دزدیهاتون، اختلاساتون، تجاوزهاتون و همه ظلمهایی که میکنید، از ایجاد بیکاری، از ایجاد تبعیضی که در این چهار دهه بر علیه ملت بلوچستان روا دیده اید، امروز هم بار دیگر قیام کرده اند و به مخالفت با این نظام و به اعتراض بر سیاست هایی که اعمال کرده اند و به این که مردم دیکتاتور نمی خواهند. مردم از وجود این دیکتاتور که در هر لباسی که باشد، در لباس آخوند باشد یا در لباس کراوات و نمیدونم کلاه باشد، هر نوع دیکتاتوری مرفوض است، دیکتاتوری. و اما این قیام، قیام به حقی است، شرعاً قیام به حقی است. خداوند مظلومین رو یاری می کند و خداوند یاری و ناصر کسی است که دینش رو، ملت رو و در کنار مظلومین قرار می گیرد و می ایستد. این تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را نصرت خواهد داد، به این معنی که نصرت دادن خدا یعنی نصرت دادن حق، یعنی برکنار کردن ظالم، یعنی جلو ظلم ظالم رو گرفتن، یعنی عدالت رو گسترانیدن. خداوند فرمود که ما پیامبران و کتاب ها رو فرستاده ایم تا عدالت بورزند. ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ارسال رسول کردیم، انزال کتب کردیم، میگه کتاب رو نازل کردیم و میزان رو، یعنی عدالت رو،
لیقوم الناس بالقسط، ها مردم قیام کنند به قسط و داد و عدل. یعنی هد یکی از مهمترین اهداف ارسال انزال کتاب آسمانی و فرستادن پیامبران بعد از توحید اقامه عدل و داد هست، و آزادی خواهی یکی از اولین و مهمترین و اساسی ترین حقی است که همه ملت ها دارن. خداوند انسان رو آزاد آفرید، ملائکه رو آزاد نیافریده، موجودات و جامدات و نمیدونم جاندارهای دیگر رو آزاد نیافریده، بلکه به اونها فقط محدوده ای رو داده است که در اون محدود حرکت میکنن. ملائکه توان گناه کردن ندارن، ولی آدم رو آفرید خداوند و به اون اختیار داد، دو چیز رو به اون داد، یکی علم رو، علم آدم الاسماء کلها، دوما آزادی بهش داد. بهش هم فرمود که این کارا رو نکن، ولی جلوی آزادیش رو نگرفت. خداوند جلوی آزادی آدم رو نگرفت که بگه من نمیذارم از این درخت بخوری، گفت نخور، ولی آزادی اون رو آزاد گذاشت که رفت از اون درخت خورد، بعدم توبهش رو ازش پذیرفت. لذا دو تا مسئله مهم رو به مردم داده است که امروز ملت ایران خواهان اونن، بحث علم هست، بحث آزادی هست که به انسان داده از خداوند. و اما اون چیزی که در این رژیم و در این نظام اتفاق افتاده است تماما برخلاف تمام امور فطری و امور شرعی و امور عقلی هست. همه یعنی فساد رو در زمین گسترانیده اند، یعیثون فی الارض فسادا، در زمین فساد میکنند اینها. فساد کردن همین نیست، مردم فکر میکنن فساد یعنی فقط مشروب خاری و زنا کردن، این دو تا گناه از گناهان کبیره هستند، ولی ظلم بزرگترین فساده، ظلم بزرگترین فساده. لذا خداوند به کسانی که دیکتاتوری میورزند بر روی زمین و فساد میکنند در روی زمین، اینها رو به هیچ وجه داخل بهش نخواهد کرد. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. میگه خانه آخرت رو، بهشت رو برای کسانی قرار میدهیم که در روی زمین تکبر نمیورزند و دیکتاتوری نمیکنند و بر روی زمین فساد نمیکنند. این نظام هم دیکتاتور است هم فاسد، تا بیخ دندانش فاسد است، تماما غرق در فساد هست، چیزی نمانده که اینها دست برش گذاشته باشند و فاسد نکرده باشند. اعتقاد مردم رو، اموال مردم رو، جان مردم رو گرفتند. و ببینید فسادی که در جامعه به وجود آورده اند به اسم صیغه، تن فروشی به کجا رسیده، مخدرات به کجا رسیده، رشوه خواری، ربا خواری، دزدی، اختلاس، چیزی نمانده است که انجام ندهند. قتل و کشتار ملت ایران و ملت های دیگر، سلب آزادی از مردم، سلب امکاناتی که خداوند در اختیارشون قرار داده است، و در مقابل ایجاد شرک و بت پرستی به نام های مختلف. و برای این آقایان هیچ مهم نیست، برای این نظام دژخیم هیچ مهم نیست که هر کسی رو بکشد، فقط به خاطر اینکه بقای خودش رو تضمین کند. پیام دیگر من به علما هست، علمایی که در مناطق مختلف هستند و به انسانهای آزاده، علمای اهل سنت مخصوصا، شمایی که پیرو قرآن و سنت هستید، بپیوندید و حمایت کنید از مردم بلوچستان، حمایت کنید از مولوی عبدالحمید، در کنار ایشون قرار بگیرید. این مطالباتی که مردم بلوچستان دارن مطالبات شرعیه، مطالبات شرعی است که شما وظیفه دارید، شرعاً وظیفه دارید که از اونها حمایت کنید. مردم بلوچستان چیز غیر شرعی نخواستند و ملت ایران هم چیز غیر شرعی نخواستند از اونی که مطالبه میکنن به حقوقشون. دفاع از مظلومان، حتی اون مظلوم اگر مسلمان هم نباشد،
واجب شرعی شماست. واجب شرعی شماست هر کسی در دنیا مظلومی که صدا در میدهد و ندا در میدهد حمایتش کنید، مخصوصا در داخل کشورتون که شما شاهد هستید چه میگذرد. پس جوابی برای قیامتتون آماده کنید. خداوند فرمود ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، تکیه ندید به کسی که ظالمه که آتش جهنم شما را خواهد سوزاند. و سکوتتون حمایت از ظالمه، تأییدتون حمایت از ظالمه، اینکه خودتون رو کنار بکشید حمایت کردید. شرعاً جایز نیست بر شما که ساکت بشینید در حالی که میبینید برادران شما، خواهران شما، مسلمانان دیگری با بدترین شیوه مورد ظلم و ستم واقع میشوند و بلکه کشته میشوند فقط به خاطر اینکه حقشون رو میخوان. و مطلب این هم بگم در مورد بمبگذاری که بمبگذاری نبود بلکه یک عمل تروریستی که در یکی از مراقد شیعه به اسم شاه چراغ در شیراز انجام شد. این از جمله کارهای خودشون هست. ما بنده از روز اول هم گفتم داعش یکی از اهرم‌های این نظام فاسد هست. داعش یا به دستور مستقیم اینها حمایت مالی اینها درست شده یا همکاری اینها هستند. هیچ وقت داعش کاری رو انجام نداده که خارج از خواسته نظام ولایت فقیه باشه. این یه مطلب. مطلب دوم، کاری که انجام دادن دقیقا کاری است که شبیه بمبگذاری که در مشهد در مرقد امام رضا صورت گرفت که اون هم کار خودشون بود، رفتن اون رو انداختن به گردن مجاهدین، خلق یکی رو در از زندان آوردن، به این به اعتراف خودشون هست و نوشته شده، کتاب ها و مقالات درباره این نوشته شده. امروز هم همین کار رو کردن و سالها پیش هم وقتی که خامنه ای رفت به سنندج دقیقا دوباره همین مسئله رو در بعضی از شهرهای کردنشین تکرار کردن، تعدادی از زندانی ها رو آوردن و یک موضوع یک جنگ یا ساختگی رو درست کردن به تعدادی از همون زندانی ها که قبلا اونا رو کشته بودند، زدند کشتند بعد گذاشتند و کنار جنازه هاشون توی سنگری یک اسلحه رو گذاشتن. امروز هم نه یکی از نیروهای شناخته شده خودشون رو فرستادن، دوربین ها هم نشون داده و مردم رفتن پیدا کردن که این کی هست و یکی از اهرم های خودشون هست در فعالیتش در میان هشت شعبی عراق که یک گروه تروریستی هستن برای قتل عام اهل سنت، ایشون رو دوباره آوردن و یک عمل تروریستی انجام داد تا این رو بندازه، این که اگر شما مردم بخواید کاری بکنید ما جنگ مذهبی را میندازیم. این کار رو کردن که اسمشو بذارن به جنگ مذهبی و اونهایی که تعصب دینی دارند رو از این که بر علیه این نظام قیام کنند جلوشون رو بگیرند، ولی کور خوندن. ملت آگاه تر از این هستند که فریب این صحنه سازی ها و این بازی ها رو بخورند. نه دست داعشی در کار هست، حتی اگه داعش هم باشد همکار شماست. داعش سالهاست همکار شماست، در عراق همکار شما بود، در سوریه همکار شما هست، در افغانستان همکار شما هست. کسایی که کشته میشن به دست داعش عمدتا اهل سنت هستند. ولذا ملت خوب شما را شناختند و شما هم اینقدر جنایتکار هستید که فقط به خاطر اینکه بتونید مبارزات مردم رو و جنبش مردم بر علیه خودتون رو به حاشیه بکشونید، برید تعدادی از پیرمرد و پیرزنی رو که اومدن برای حالا به هر مناسبتی اومدن داخل اون مقبره اومدند و دارن حالا میگن وقت نماز بوده نماز خوندن در اون صحن مسجد، نمیدونم من مسجد اونجا هست یا چی هست، حمله کردن تعدادی از پیرزن و پیرمردهایی که اونجا هستند و کشتند. چقدر شما جنایتکار هستید و مجرم هستید که حتی به مردم بی گناه، مردمی که هیچ ربطی به این جریانات ندارن، فقط برای اینکه بتونید مبارزات مردم رو به حاشیه بکشونید حاضرید مردم رو در جایی که خودتون برای خودتون مقدسه قتل عام کنید.
همونطوری که رهبرتون گفت حفظ نظام براتون از همه چی مهمتره، ولی این سنت خداوند است. ظلم عاقبت وخیمی دارد، مرتعه وخیم. ظلم عاقبت بسیار بدی خواهد داشت و سرانجامی خواهید داشت مانند سرانجام قذافی و امثال اون. این مقدمه لازم بود بنا به وضعیت و شرایطی که وجود داره، لذا از این که دیرتر نوبت به جواب سوال شما عزیزان می شود عذر می خواهم. با واتساپ تماس نگیرید، این تلفن زیر نویس شده، واتساپ نمی خواد. تلفن با 2044 تماس بگیرید، مستقیما جوابتون رو خواهیم داد. لطف کنید با واتساپ تماس نگیرید، هر کسی که با واتساپ تماس بگیرد شمارش مسدود خواهد شد، چون امکان جواب دادن به ایشون رو نداریم، در نتیجه از جواب کلن محروم خواهد شد. اما میرم سراغ شما بیننده، سوال شما بینندگان عزیز. سوال سوال اول بیننده عزیزی که بذار من برگردم به اول، بله میگن سلام علیکم و رحمت الله، امید که خوب باشید. سوالم در رابطه با این که باید در دعاهایمان کدام نکات رو در نظر گیریم تا اجابت شود. ببینید، میگن یک کسی در یک سفری میره و خلاصه فوت میکنه و یه پیر مردی بوده، میره خلاصه فوت میکنه و بعد اینکه فوت میکنه تنها بوده توی دشتی. والا قبلا مردم سفر میرفتن با اسب و الاغ میرفتن سفر میکردن. خب فوت که میکنه کسی اونجا نیست دور و برش به جز چوپانی که اون دور و بره هست، و وقتی میبینه این شخص فوت کرده اون رو خلاصه اعمال شرعی که لازم براش انجام میده و غسل میده و نمازش رو میخونه و دفن میکنه. و این مرد مرد بسیار خوبی نبوده اینی که دفن میشه اونجا. بعد خلاصه بعد اینکه دفن میشه فرزنداش، پسراش، دختراش خواب میبینن که پدرشون رو در خواب میبینن که بهشون میگه، میگه من فوت کردم و حال و روزم خوب است به سبب دعای اون چوپان. خلاصه اینا میرن میگردن تا پیداش میکنن و از چوپان میپرسن شما چیکار کردی که به سبب دعای تو پدر ما بخشیده شده. و اون شخص هم میگه من کار خاصی نکردم، من وقتی که ایشون فوت کرد چیز زیادی بلد نبودم و دعای خاصی هم بلد نبودم، فقط دعا کردم گفتم خدایا این مرد اگر میومد خونه من و مهمان من میشد من اون رو بهترین چیزی که داشتم بهش میدادم، بهترین غذایی که در خودم داشتم در خونه ازش پذیرایی میکردم. خدایا این الان مهمان توه و محتاج به رحمت توه و به سبب دعای اون. حالا ببینید این داستان حالا یا درست باشه یا غلط، اینش مهم نیست، مهم معنایی است که در این داستان وجود داره. این یه خوابه، حکم شرعی هم از این نمیشه گرفت، ولی نقطه مهمی که وجود داره این هست که تو چقدر خالصانه دعا میکنی، از سر اخلاص داری دعا میکنی. لفظ خاصی نمیخواد دعا کردن، شما بگردید هی لفظ پیدا کنید. شما چقدر خالصانه با خداوند راز و نیاز میکنید، چقدر خوب دعا میکنید و چقدر دعاتون دعای پاک و خالصیه. به اضافه این اون چیزایی که مانع پذیرش دعا هست، یکی رزق و روزی حرامه، کسی حرام میخوره دعاش قبول نیست، پیامبر فرمود. بعضی از مردم هستن که دعا میکنن میاد اشعث اغبره، خلاصه جوریده و غبارآلود، و یعنی کسی که دیگه در سفر خیلی در تنگناه، دست بلند میکنه یا رب یا رب میکنه و دعا میکنه، ولی این شخص مطعمه حرام،
ملبسه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له. این آدم با همین وضع غذاش حرامه، لباسش حرامه، بدنش از حرام تغذیه شده، چگونه دعاش پذیرفته می شود؟ یعنی اول توبه کنید از حرام ها، برای اینکه دعاتون پذیرفته بشه توبه کنید. توبه مقدمه پذیرفتن دعاست. استغفار کنید، از خدا طلب بخشش کنید. اگه حق کسی برگردنتون، حقش رو بدید. اگه گناهی در حق خودتون، ظلم به نفستون کردید، استغفار و توبه کنید. بعد از استغفار و توبتون مناجات کنید، خدا رو بستایید به نامهای مبارکش. سپس بعد از اون هم خواستتون رو بگید و در نهایت هم یا قبل از اون هم یا در آخر هم صلوات بفرستید بر پیامبر. اینها اسباب تجمع پیدا میکنه با هم، میشه سبب قبول دعا. و همه اینها باید همراه با اخلاص، همراه با نیاز، همراه با امیدواری و یقین به اجابت دعا باشه. یقین داشته باشی خدا قبول میکنه و یقین داشته باشی این که تو درش هستی به امر خداوند بوده و توکلت بر خداوند باشه. ما ها دعا میکنیم ولی همونی میخوام که باید بشه. اگه نشد شروع میکنیم گله کردن از خدا، و بعضی ها شروع میکنن به بدگویی کردن و حرف هایی میزنن که مناقض ایمان هست. مگر فقط منو دیدی؟ مگر گناه بارتر از من فقط منم؟ مگر نمیدونم چرا باید من؟ در حالی که خداوند اگر بلایی میده برای حکمتی میده، اگر نعمتی میده برای حکمتی میده. خیلی مواقع است ما چیزی رو از خدا میخواییم ولی اگر اون چیزی که ما طلب میکنیم اون اجابت بشود، بسیار بسیار بد خواهد بود. ما خیلی وقتا هست می جنگیم برای یه چیزی، دعا میکنیم، اگر به دست نیاوردیم ناراحت میشیم، ولی نمیدونیم اگه به دست میآوردیم چی میشد. شاید بدترین شرایط پیش می اومد، ولی انسان مؤمن دعا میکنه و توکلش به خداونده. یکی از نشانه های این که انسان نعمت ها رو ببینه، بدی ها رو بشناسه، سعی کنه، تلاش کنه که از این بدی ها خارج بشه، ولی دعا هم بکنه. بیننده عزیز دیگری اما بیننده عزیزی با شماره واتساپ تماس میگیرد. عزیز من با واتساپ تماس نگیرید، شماره دیگه هست 2044 تماس بگیرید، ما جوابتون رو میدیم. متشکر میشم از اینکه این موضوع رو رعایت کنید. اما سوال این بیننده عزیز در مورد نذر کردن هست. ببینید نذر کردن حرام نیست. کسی نذر کنه بگه خدایا اگر مثلا بچه من شفا پیدا بکنه من یک ماه روزه میگیرم، یا یک گوسفند رو قربانی میکنم و میدم به فقیر بخوره، یا عمل صالح دیگری رو بگوید، هر عمل صالح رو بگوید. عرض کردم این ممنوع نیست، حرام نیست، گناه هم نیست، ولی مکروه هست. مکروه هست و هستن از اهل علم گفتن که جایزم نیست، ولی در اصل مکروهه. این قول راجح هست. چرا مکروه هست؟ ببینید لازم نیست انسان با خداوند شرط کنه. خداوند نیازی به عبادت ما نداره که بگی ببینید این کار شما چگونه است. میگه خدای من یک ماه برای تو روزه میگیرم، تو هم بچه منو شفا بده. داری مثل اینکه داری به خداوند به شرط اینکه کاری انجام بده برات داره عبادت میکنی. نه خدا نیاز به عبادت ما داره، نه برای اینکه نعمتی رو هم به ما بدهد نیاز به شرط و شروط داره. و لذا عبادت بکن خداوند رو بدون هیچ قید و شرطی. نذر میکنی نذر کن ولی بدون قید و شرط. اما اگه شرط کردی بگی یک ماه روزه میگیرم اگه بچه‌م شفا پیدا کنه، بچت که شفا پیدا کرد بر تو واجب هست،
اون یک ماه روزه رو باید بگیری، فرضه. اگه شرط کردی پشت سر هم، باید پشت سر هم بگیری. اگه شرط کردی یک ماه بگیری، لازم نیست پشت سر هم، یک ماه رو میگیری. و در ابتدا نذر کردن، عرض کردم، به شرط میکنی مکروهه، ولی وقتی نذر کردی دیگه وفا کردن به نذرت بر تو واجب هست، باید حتما اون رو انجام بدی. یوفون بالنذر. و رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود اگه کسی من نذر نذرا ان یطیع الله فلیفعل. اما اگه کسی نذر کرد که یک گناه بکنه، مثلا بعضیا چیز میکنه، میگه اگه من شنیدم یا سوال بیننده ها بوده که میگه اگه بچه‌م از سفر به سلامت برگرده، نذر میکنم که گدایی نمیدونم 20 خانه رو بکنم. این نذر نذر باطله. گدایی کردن هیچ، چه عبادتی درش هست؟ چه سودی در این کار هست؟ پیامبر فرمود اگه کسی نذر کرد یک گناهی بکنه، نه این کار رو نکنه. به جای اینکه اون نذر بکنی، بیا یک عبادت انجام بده، صدقه بده لله. و لذا حرامه که اگر کسی نذر بکنه که گناه کنه، هم حرام نذرش، هم حرام وفای به اون نذر. ولی اگر نذر کرد عبادتی رو انجام بده، وفای به اون نذر برش واجب هست، اگر شرط کرده بود. خود شرط کردنم امر بسیار ناپسندی است، زیرا که داری با خدا شرط میکنی. شرط کردن با خداوند، مگر چیزی که الان داری، نعمتهایی که داری، اینها رو خداوند به شرط به تو داده؟ شمایی که سالم هستی، دست تو، چشم تو، پا تو، خانواده تو، بچه تو، مال تو، زندگیت رو، همه این چیزهایی که داری، کدومش رو خداوند با شرط به تو داده؟ بدون این که این شرطی بکنی، خدا این رو بهت داده. چه لزومی داره الان برای شفا پیدا کردن، برای رزق و روزی، برای نمیدونم رفع بلا، برای هر کاری شرط بکنی؟ اصلا لازم نیست نذر کنی، بلکه به جاش میتونی صدقه بدی. ولی اگه نذر کردی باید وفا کنی. سوال بیننده عزیز دیگری سوال کردن که سلام علیکم، یک سوال دارم. کسی که با نامزدش که نگاه کرده نباشه، گپ بزنه از طریق تلفن، گناه دارد؟ اگه دارد گناهش کبیر است یا صغیر است؟ یعنی شما میخواید بگید اگه صغیر است این گناه رو میخوای انجام بدی، و اگر کبیر است خب میخوای چیکار کنی؟ ببینید، اولا قبل از اینکه وارد این مبحث بشم، کسی که عقد کرده شما نیست دیگه هیچ ارتباطی با شما نداره، مثل هر دختر دیگری که هست، نامحرمه بر شما نامحرمه. مادامی که عقد نکردید، بین شما هیچ محرمیتی وجود نداره، فرق نمیکنه با این خانم حرف بزنی با یکی دیگه حرف بزنی، هر دوش مثل هم گناهه. اگر حرف عادی میزنید، حرف روزمره زندگی رو میزنید، حالا برای شناخت هم دیگه این کارو میکنید، یک جلسه دو جلسه حرف زدید کافیه. ادامه دادن به این بله گناهه، بدون هیچ سبب ادامه دادن گناهه. و حرف زدن در مسائل جنسی و مسائل اینها بله گناه کبیره است، سهمی از زنا هست. پیامبر فرمود هر عضوی از اعضای بدن انسان سهمی از زنا داره. سهم چشم نگاه کردنه، سهم دست لمس کردنه، سهم زبان صحبت کردنه، یعنی صحبت کردن در امور مسائل جنسی، سهم گوش شنیدنه. هر کدوم از اعضای بدنت سهمی از زنا داره، و در نهایت زنای بزرگ رو که معروف معاشرت جنسی هست. لذا اگر عقد نکردید، جایز حرف زدن جلسه دو جلسه سه جلسه در مورد چیزهایی که لازمه بدانید، هم دیگر رو بشناسید، ببینید طرف در مقابل شما وقتی که دارید حرف میزنید، تعاملتون، گفتگوتون با هم دیگه، عقلیتتون، طرز تفکرتون نسبت به هم دیگه درسته یا درست نیست. برای شناخت هم دیگه، اینکه بدونید طرف مقابل چه طرز تفکری داره، طرف مقابل چگونه قضایایی رو مناقشه و بحث میکنه، چه چیزایی براش مهمه، چه چیزایی بی اهمیته، این چیزا رو بدونید. در یکی دو جلسه ای که همدیگر رو بشناسید، یا چند جلسه ای که همدیگر رو بشناسید، در این مسائل جایزه. اما اگه وارد مسائل دیگری شدید،
که مسائل جنسی و این مسائل باشه نه خیر، یک جلسه‌اش هم گناه کبیر است تا برسه به اینکه تکرار شدن هم بسیار گناه بزرگتریه. و این قاعده رو هم بدونید، اهل علم میگویند لا کبیرت مع استغفار ولا صغیرت مع الاصرار، یعنی گناه کبیره ای که شما میگید کبیره است، گناه کبیره مثل مشروب خاری، اگه انسان توبه کنه دیگه کبیره نیست و پاک میشه. و گناه صغیره ای که شما میگید صغیره است مثل چشم چرانی، مثل نگاه کردن به نامحرم، در اصل یک گناه صغیره است، ولی تکرار که میفهمد ولا صغیره که مع الاصرار، اصرار کردن و تکرار این موضوع دیگه صغیره نیست، از صغیره بودن خارج میشه تبدیل میشه به کبیره. پس یک گناه صغیره یک بارش صغیره است، اما تکرار زیاد اون رو تبدیل میکنه به کبیره. و گناه کبیره اگه توبه کنی دیگه خدا اون رو میبخشه و کبیرم نیست. سوال بیننده عزیز دیگری میگه سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم یک سوال در مورد روزهای نگرفته شده روزه در ماه رمضان، اگر زن یا دختری بعد از بالغ شدن و شروع عادت ماهوار چندین روزهای رمضان رو در هر سال روزه نگرفته باشد و نماز هم نخونده باشد، بعد از سالیان متمادی فراموش هم کرده باشد که دقیقا چند روز رمضان رو در هر سال روزه نگرفته است و چندین نماز را ادا نکرده است، در این صورت چه مدت باید روزه بگیرد یا کفاره بدهد تا تعداد یومهای فوت شده ماه رمضان جبران گردد، و چه تعداد نماز قضایی بخواند در صورتی که نمیداند دقیقا چه مقدار روزها را در طی سالیان متمادی روزه نگرفته است و نماز نخوانده است. اما در وقت ماهوار و عادت ماهانه نماز بر زنان و دختران فرض نیست، یعنی خانمی که در عادت ماهواره است، حالا فرقی نمیکنه دختر باشه زن باشه، یعنی ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه، زنان عموما در عادت ماهانه برشون فرض نیست که نماز بخونن، بلکه حرام نماز بخونن و قضای اون نمازها هم بر اونها واجب نیست. یعنی شما براتون قضای نمازاتون نیست، هیچ نمازایی که در ایام ماهوارتون یا ما عادت ماهانتون ترک کردید قضا نداره، لازم نیست که اونها رو قضا بخونید و فکر کنید که گناهی مرتکب شدید، بلکه بر شما نه گناهی وجود داره و خوندن اون نمازها در وقت عادت ماهانه گناه، روزه گرفتن در وقت عادت ماهانه گناه، ولی بعد از اون که از عادت ماهانه پاک شدید قضای روزه بر شما فرضه ولی قضای نماز بر شما فرض نیست. اما اینکه میگه تعدادش رو نمیدونم، شما تعداد سالها رو که میدونید چند سال اون از وقتی که عادت ماهانه شدید چند سال، فرض کنید هر سال شما چند هر ماه چند روز رو عادت ماهانه هستید، یه میانگین عددی دست میاد، خودتون به میانگین خودتون ببینید حساب کنید، از این قد سال فرض کنید شما 10 سال روزه هاتون رو قضا نکردید و در هر ماه رمضان هم اگه فرض کنیم 5 روزش عادت ماهانه بودید، میانگین 5 روز رو فرض کنیم میشه 50 روز، یعنی 1 ماه و 20 روز شما روزه بگیرید روزه هاتون رو قضا کردید. باید اینا رو تخمین بزنید، لازم نیست که عیناً دقیقا همون باشه، تخمین بزنید حدودا چند روز رو روزه نگرفتید و اون روزها رو قضا کنید. البته کفارم نداره، فقط استغفار و توبه کنید برای اینکه تأخیر کردید در قضای اون روزها. اتاق فرمانی شماره تلفن زیرنویس شده 2044، زیرنویس کنید لطفاً که مردم با این شماره تماس بگیرن، زیرا که با واتساپ تماس میگیرن بیشتر. بیننده عزیز گفتن که سلام وقت بخیر، چون توی ایران شبکه ها پارازیت دارد شبها فقط ساعت 9 تا 10 میتوانیم برنامه ها رو ببینیم، لطفا سریال ارطغرل رو هم تو همین ساعت پخش کنید یا ماه این سریال رو به خاطر پارازیت ندیدیم. یک ماه این رو
بیننده عزیزمون میخواد که برنامه های دیگر رو همه رو به هم بزنیم تا ایشون سریال ارطغرل رو ببینن. خب شما دوست دارید سریال ارطغرل رو ببینید در این وقت، حالا انشالله که بعدا این پارازیت ها رفع بشه و بتونید ببینید و تکرارش رو بتونید ببینید و یا در یوتیوب شبکه اگه گذاشته شده میتونید اونجا ببینید، ولی اینکه برنامه ها رو به هم بزنن در اون ساعتی که شما میخواید ارطغرل رو بذارن، خب در اون ساعت دیگران میخوان برنامه دیگری رو ببینن، لذا نمیشود برنامه ها رو به هم زد مگه اینکه صلاح دید کمیته برنامه ریزی شبکه باشه که تشخیص بدن در اون ساعت مناسبه. به هر حال اتاق فرمان صدای شما رو شنیدن، پیام شما رو شنیدن و انشالله که اگه لازم بود، اگه مناسب بود چنین کاری خواهد کرد. اما بیننده عزیز دیگری بیننده میگه سلام علیکم، کسی که روزه فردا نمیدونم چی میگن ایشون، کسی که روزه فرداشنی و روزه سنت، سوالتون واضح نیست لذا سوالتون رو روشنتر و واضحتر بفرستید. اما بیننده عزیز میگن از جوانی دوره ماهانش تقریبا میشه گفت مرتب نبوده است و روزه میگرفته، ولی یادش نیست که قبلا رمضان عذر داشته، یعنی در رمضان هم عادت میشده یا نه. بیچاره میخواد بدونه، وقتی ندونه و یادش که هم نمیاد که روزه قضا بر گردنش هست یا نه چیکار باید بکنه. هر چی یادش هست اون رو انجام بده، هر چی یادش نیست خداوند قلم و عفوش رو میکشه بر چیزی که یادش نیست و نمیدونه. تخمین بزنید خودتون ببینید چه چیزی یادتون هست، اونایی که یادتون رو انجام بدید، برای بقیش هم از خداوند طلب مغفرت و استغفار کنید. خداوند در همه رحمینه و غفار الذنوب هست. اما سؤال بیننده عزیز دیگری سلام حسین مطلب رخشم دیگر مزایم شدم یکی رخشم نمی سوری فوتی رسیم نماز که از افغانستان همین چند دقیقه هم شما بگفتیم بازن یک دوستی از من پرسون کرد که من از شما سوال کنم همین به نمازهای جماعت باید بخونم یا نه. یک دیومه همین نماز بعد از نماز شوم که هستیم دورو که نماز میخونم میگم ما سبب ببخشیدیم به مادرمون بی بی عایشه صدیقه، روی همین هم سهیه استاد یعنی همین هم باید ببخشیم جواب بدیم ممنون. اما سوال اولشون در مورد خوندن سوره فاتحه در نمازهای جماعت، ابتدا بدونید در همه نمازها خوندن سوره فاتحه رکن نمازه، مخصوصا در نمازهایی که فردی میخونید، در نمازهایی که سری خوانده میشود جماعته ولی سری خوانده میشه، یعنی جهری نیست. جهری اون نمازهای مثل نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشا، اینا جهری هن. در نماز صبح هر دو رکعت جهریه، در نماز مغرب دو رکعت اول جهریه، در نماز عشا هم دو رکعت اول، یعنی مجموعاً 6 رکعت هست در کل نماز. این 17 رکعتی که میخونیم 6 رکعتش جهریه. در این نمازهای جهری هم جمهور اهل علم میگویند که در اینها هم خواندن سوره فاتحه برای امام و مأموم رکن هست، باید خوانده شود. اگر خوانده نشود نماز باطل است اگر عمدن خوانده نشود، ولی اگر فرصت نکند هر مقدارش رو تونست میخونه. برخی از اهل علم گفتند که خواندن سوره فاتحه در نمازهایی که جهری هست قرائت امام که داره سوره فاتحه رو میخونه برای مأموم هم قرائته، لذا در اون نمازهایی که جهریه، یعنی در دو رکعت نماز صبح، در دو رکعت نماز مغرب، در دو رکعت از نماز عشا خوندن سوره فاتحه میگن فرض نیست و این قول امام ابو حنیفه و قولی هم هست از امام احمد که این رو گفته که وقتی که امام قرائت میکنه گوش بدید به قرائت امام،
و لذا ایشون قرائت کرده برای بقیه قرائت. این هم استشهاد کردن بون آیه از قرآن کریم که فرمود و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقتی قرآن خوانده می شود به قرآن گوش بدید و ساکت باشید. به این آیه استدلال شده است که دلیل این هست که در نماز وقتی که امام داره قرآن می خونه پس شما گوش بدید به قرائت امام. پس کدوم جاست؟ اون زمانی است که امام داره به جهری داره میخونه و این هم قول وجیهی هست، ولی خب با توجه به روایاتی که صحیحن از رسول الله علیه السلام نقل شده است در خصوص سوره فاتحه فرمود بعد از این که نماز خوند گفت که فکر کنم شما پشت سر من میخوندید، گفتن بله، گفت لا تقرأوا بشیء من القرآن الا بفاتحة الكتاب. پشت سر من وقتی که جهری دارم میخونم، مقصود نمازهای جهریه، وقتی که جهری دارم میخونم شما پشت سر من قرآن نخونید مگر سوره فاتحه، سوره فاتحه رو بخونید. و لذا جمهور اهل علم میگن خوندن سوره فاتحه فرض هست که بخونید در نماز جهری و در غیر جهری. اما امام ابو حنیفه و رأیم در نظر امام احمد میگویند که لازم نیست خونده بشه، بلکه گوش میدید به قرائت امام، بلکه برخی از فقها گفتند که خواندنش هم جایز نیست در نمازهای جهری. ولی خب قول جمهور قول قوی تری هست، ولی به هر حال هر دو مورد وارده. حالا شما اگه خواستید قول امام ابو حنیفه رو قبول کنید و نخوانید ولی گوش بدید به قرائت امام، این جایز هست. ولی اگه قول جمهور رو انجام بدید اولاتر و افضلتر از به نظر بنده. اما یک نقطه رو بدونید، این مسائل رو تبدیل نکنید به مسائل اختلافی بین خودتون. مادامی که هر دو قول وجود داره، هر دو قولم داره دلیل هستن، از روی هوا و هواس گفته نشده اینها، هر دو این استشهاد میکنه به آیه از قرآن کریم، اون گروه هم استشهاد میکنه به حدیثی از رسول الله علیه الصلاه و السلام، لذا هر دو دلیل دارن، از اینکه اختلاف بکنید اجتناب کنید. ولی رأی ترجیحی بنده این هست که سوره فاتحه رو در هر حال بخونید. اما سوال بیننده عزیز دیگر، در مورد اون دوست عزیزی که گفت سوریار ارطغرل رو میخواد ببینه، میگه مسیج بدید به اتاق فرمان، واتساپ اتاق فرمان هست، به اتاق فرمان مسیج بدید که براتون ارسال کنن، هر نسخه رو که ندیدید بگید براتون ارسال میشه نگاه کنید خودتون، و هر بخشی رو که مشاهده نکردید. بیننده عزیزی گفتن که سلام علیکم و رحمت الله، میگه بچه ها ازم پرسیدن آیا خریدن وام ازدواج حلال است یا نه؟ در واقع اون طرف به واسطه نداشتن ضامن توافقی در قبال مبلغی وامش رو بفروشه و من ضامن تهیه کنم و اخذ کنم، درسته یا خیر؟ اما در مورد خرید وام، ببینید کسی وام بهش تعلق میگیره، میره میخواد وامی رو از بانک بگیره، ضامن داره وام ازدواجی که از قرض الحسنه هست. من همیشه میگم اگر وام از صندوق قرض الحسنه هست یا از جهتی است که فقط کارمزد به اون تعلق میگیره، خود این وام جایز، زیرا که کارمزد هست و ربا نیست. این از جهت این. اما از جهت دیگر اگر شخصی این وام رو میگیره، بعد این وام رو گرفت بیاد اون رو به اسم خودش وام اومده، همه چی به اسم خودش هست، به اسم ایشونه، بانک وام رو به ایشون داده، ایشون پول رو بگیره بده به شخص دیگری، بده به شخص دیگری در قبال اینکه سودی بگیره، مبلغی بهش بده، میگه من این وام رو فروختم و سودی بگیره، و این شرعاً جایز نیست، زیرا که شما اولا شما مسئولی در قبال بانک، بانک به شما داده، شما اون رو اخذ کردید، بعد این رو تحویل یکی دیگه میدید، میدید به کسی دیگری. نمیشه پول رو اینجوری فروخت با زیادی، زیرا در از جمله امور ربوی هست.
و مثل طلا، مثل هر امر ربوی دیگری شما اضافه میگیری برش و تحویل ایشون میدید، بعد خودت قسطای بانک رو میدید. این جایز نیست. اما اگر این وام بانکی به صورتی است که شما امتیازش رو میفروشید، این امتیاز رو دارید که بانک بهت وام بده، شما این امتیاز رو میفروشید، دیگه ایشون در قبال بانک مسئوله، این جایزه. شما امتیاز رو فروختید، خود پول رو نفروختید، امتیازش رو فروختید. فروش امتیازش جایزه، ولی فروش خود پوله که از بانک میگیری، همون وامه که از بانک میگیری، که اون سپس اون رو بفروشی به یکی دیگه، نه خیر، جایز نیست، زیرا که این ربا هست، مبلغ اضافی که میگیری. سوال دوم ایشون این هست که طلای قسطی آوردن حلال یا نه؟ نه خیر، طلای قسطی هم جایز نیست، زیرا رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودند الذهب بالذهب مثلا بمثل یدا بید. اگه طلا به طلا هست، باید مثل به مثل، ید به ید، یعنی نقدی باشه. و این اختلاف، اما اگر اختلاف داشت، یعنی چی؟ یعنی طلا به طلا نبود، بلکه طلا به پول، طلای در مقابل چیزی دیگه، دو یک جنس نبودن، دو جنس بود، پول دادی طلا گرفتی، فرمود بع کیف ما شئت الا ان تكون يدا بيد، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هر قیمتی بفروشی، گران ارزانش مهم نیست، جایزه بیشتر و گرانتر بفروشی، ارزانتر بفروشی، ولی باید حتما نقدی باشه. نقدی باید طلا رو بخرید، نمیشه که این رو قسطی بخرید یا خلاصه به مدت دار بخرید، بلکه باید حتما یدم بید باشه به تعبیر حدیث، او کما قال علیه الصلاه والسلام. ممنون از دوست عزیزی که اظهار لطف و محبت کردند. ما هم همه شما عزیزان رو دوست داریم و براتون دعای خیر میکنیم و آرزوی خوشبختی و سعادت داریم. اگر وقت دارم سوالات دیگری رو هم جواب بدم. بیننده عزیز دیگری گفتن سلام استاد، چند سال نماز نخوندم، بعد توبه کردم و تمام نمازها رو بیشتر توی مسجد میخوانم، تکلیف اون نمازهایی که نخوندم چی میشه، چیکار کنم؟ دو تا راه هست، یکی اینکه اون نمازها رو قضا کنی، و این قول جمهور اهل علم میگن که قضای نمازهای فائته واجبه، باید قضا کنی، این قول اهل جمهوره. اما از اون جهتی که خداوند فرمود، خیلی عذر میخوام، من صدای این، بله، اما در مورد نمازهایی که فوت شده از شما عرض کردم، برخی از اهل علم میگویند یا جمهور اهل علم میگویند قضای اون نمازها واجبه، و استشهاد هم میکنن به اون حدیث از پیامبر که فرمود و دین الله احق ان یقضا، و دینی که برگردن است، دین خدا، قرض خدا برگردن تو اولاتر کن و ادا کنی. و اما در مورد برخی از فقها میگویند که با توجه به اینکه نماز وقت مشخص داره و قابل تکرار هم نیست، در نتیجه نمیشه اون رو قضا کنی. خداوند فرمود نماز رو بر در کتاب موقوت فرض کردیم، یعنی کتاب نوشته شده از، فرض شده از بر شما در وقت مشخص، اگه وقتش رفت دیگه تموم شده، تنها راهش توبه و استغفار هست. و اما برای جبران اون نمازها بهتر این است که اولا توبه، دوما به اضافه توبه نمازهای سنت رو زیاد بخوانید، زیرا که در حدیث صحیح، حدیث فکر کنم حدیث ابن عمر هست که میفرماید اول ما يحاسب العبد علی به یوم القیامه الصلاة، اولین سوالی که در روز قیامت میشه از اعمال انسان، اعمال بندگان، در اعمال عبادی نماز هست. و سپس میفرماید اولین عبادت، از جمله عبادت که سوال ازش میشه نمازه.
سپس خداوند دستور میده به ملائکه نگاه کنید به نماز بندگانم. نگاه میکنن، میگه اگر کم بود، کم بود و نقص و خلاصه خللی در ادای فرائضش بود، میفرماد انظر مال عبدی من نوافل، نگاه کنید به پرونده اعمال بنده من که در نوافل چی داره، نمازهای نافله رو آیا انجام داده یا انجام نداده، سنت ها رو خونده یا نه. اگر سنت ها رو خونده، میگه خداوند دستور میده به ملائکه که فرضهای ناخوانده اش رو و فرضهایی که نقصی درش هست، یا خشوعش کمه، خضوعش کمه، یا خوب نخونده، به هر حال اون نواقص رو باش تکمیل کنید. اینجاست که در این حدیث نقصهایی که وجود داره در فرائض به وسیله سنت ها تکمیل می شود. لذا این دست از اهل علم استشهاد کردن به این حدیث، کسایی که نماز قضا برگردنشان هست، اولا توبه کنند، دوما سنت زیاد بخونند و لازم نیست قضا کنند، زیرا که وقتش گذشته و تموم شده. از جهت دیگه این دسته از اهل علم ترک نماز رو کفر میدونن و کفر هم فقط با توبه میشه پاکش کرد، و لذا این اونایی که نماز در گذشته نخونن توبه کنند که اون پاک بشه، و شهادتون رو که گفتن از اول دیگه لازمه به این نیست که دوباره اون رو قضا کنید. و از مهمترین قواعدی که اهل علم گذاشتن این هست که میگن التوبه تو تجب ما قبله، توبه گناهان قبل رو پاک میکنه. به هر حال دو تا رأی وجود داره، هر کدوم رو انجام بدی جایزه، یا سنت زیاد بخونید و یا اینکه نمازهای فرضتون رو قضا کنید. این دو رأی مختلف از اهل علم هست و هر دو هم وجیه و درست است. و اما فکر کنم آخرین سوالی که بتونیم امروز جواب بدیم، میگه استاد محترم اگر شوهر در خونه مسئولیت خود را ادا نکند، مثلا از پول حرام غذا تهیه کند، یا وقتی که خانومش به پول نیاز داشته باشد اما شوهر بهش نده، اما خانومش از پولش استفاده کند، و در صورتی که شوهر بیخبر باشد چون خانم نیاز دارد، از پول شوهرش پنهانی بگیرد و نیاز خود را برطرف کند، آیا این خانم گناه کرده است؟ و اما در مورد اولا مسئولیت مرد هست که نفقه خانه رو تأمین کند، همونطوری که این بیننده عزیز گفتند، و اما اینکه از حرام میاره، تو وظیفه خانم در خونه این هست که شوهرش رو تشویق کنه به اینکه حرام نیاره، حلال بیاره. از خونه بیرون میره میگه تقوا داشته باز، پرهیز کن و رزق حلال برامون بیار، تا این حد وظیفه. بعد از اون اگر ایشون حرام آورد، گناهش پای خودشه، مگه اینکه شما بدونید که این دزدیه. اگه یقینا بدونید این رو رفته دزدی کرده، حرامه که از اون بخورید، زیرا اون مشخصا مال مردمه، میدونید مال کیه. ولی اگر نه، رفته مثلا از کار دیگه ای کرده، از راه های دیگری آورده غیر از دزدی، این شما گناهش به گردن اون مرد هست که این درآمد رو کسب کرده، فرض کنید از ربا آورده، گناهش برگردن شوهره. زن و بچهش به اندازه نیازشون میتونن از اون پول استفاده کنن و گناهش هم برای اون هست. اینا زن و بچه لذتش رو میبرن، گناهش هم پای شوهر نوشته میشه. و اما اینکه بخل میورزه شوهره و به اندازه کافی هزینه زندگی رو نمیده، نفقه رو نمیده، به اندازه ای که رفع حاجت و نیازتون باشه، یعنی نیاز خود این خانم و زن و بچه و بچه هاش، میتونه از اون از پول شوهرش برداره و خرج خودش و بچه هاش بکنه و گناهی هم ندارد، ولی به شرطی که فقط برای احتیاجات خودش و بچه هاش باشه و ضروریات زندگی. و به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.